سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ نیما وکسیز هستم، خیلی به این ویدیو خوش اومدید. این ویدیو ما درباره آموزش کیلر هانترس از بازی دد بای دیلایت هست. امیدوارم که ازش لذت ببرید، با من همراه باشید. خب راجب کیلر اگه بخوام اولی صحبت کنم، هانترس یکی از کیلرهاییه که خیلی طرفدار داره. نمیشه حالا راجب قوی بودن یا ضعیف بودنش صحبت کرد. کلن توی این بازی اینجوری که تو اگه بتونی با یک کیلر خیلی خوب بازی کنی، با ابیلیتیش ارتباط برقرار کنی و فول بشون کیلر رو، مهم نیست که چه پرکایی داشته باشه، شما راحت میتونی با اون کیلر خیلی راحت پوینت بگیری و رنک آپ بکنی داخل این بازی. خب نرس چجوری هست؟ نرس یه ابیلیتی داره که الان براتون نشون میدم، هانتینگ هچس، که پرتاب تبر هستش. شما در شروع 5 تا دونه تبر داری، بعد وقتی که نگرشون داری تو دسته، یعنی ابیلیتی یعنی راست کلیک تو بزنی رو موس، تبر رو تو دستش نگه می‌داره و هر چی بیشتر نگهداری سرعت پرتابش بیشتره. موقعی که تبر میخوای تو دستت بگیری و شروع کنی به پرت کردن، چی میشه؟ موومنتت کم میشه، ولی خب عوضش رین شده دیگه، یعنی کیلرت هم مله است، میتونی هم از نزدیک کسی رو بزنی با بیس اتکت یه تبر بزرگی که دستت داری، هم میتونی از دور با تبرای کوچیک بزنی. یه گزینه دیگه داره، چیکار میکنه؟ میاد وقتی شما میری داخل کمدی که داخل بازی است و در اونا رو وا کنی، تبرات شارژ میشن. دقت کنید، یه کمد رو یه بار باز کردی، دوباره اون کمد رو وا کنی، توش تبر نیست، یه تایمی طول میکشه تا ریچارژ بشه. ولی خب نگرانی خاصی نداره، چون کمد توی مپ خیلی ریخته. بعد تبرات هم تمام بشه، بازی برات مارک میکنه چه کمدایی توش تبر هست، پس جای نگرانی اصلا نیستش. خب پرکایی که هانترس داره رو براتون توضیح بدم. پرت اولش 20 سافت پری هستش. وقتی که شما بلاداست میگیره داخل بازی، ببینید یه سری ابیلیتی ها هست که به صورت اتومات واسه همه کیلرها اکتیو میشه. شما وقتی که یک سروایور یا کلا سروایورها رو توی بازی خیلی چیز بدی، یعنی اول بازی که خب چیز زدن شروع میشه، تایر یک میگیری و همینطور این تایرش میره بالا هر چقدر بیشتر سروایورها رو چیز بدی، و وقتی که این چیز زدن بیشتر بشه بهت افکت اندیکتبل میده. یعنی چی؟ یعنی شما تپش قلب نمیدی به سروایور، حالا مگه اینکه پرک خاصی داشته باشن متوجه بشن، در غیر این صورت متوجه نمیشن. یعنی موقعی که یکی رو چیزش دادی، حالا زری سر قلاب یا هر اتفاقی که افتاد، یه چند مثلا شاید در حد 30 ثانیه فرصت داری که بری به یه سروایور پیدا کنی تا اون حالت اندیکتبل از بین بره. 50% بیشتر بهت بلاد پوینت میده واسه کارهایی که تو زمینه هانتر کاتگوری انجام بدی، یعنی بندازی دنبال سروایورا. بعد تریتوریال ایمپریتیو هستش که کارش چیه؟ کارش اینه که شما وقتی که سروایورا نزدیک بیسمنت، در واقع زیر زمین باشن، و شما 32 متر باید از بیسمنت فاصله داشته باشی یا حالا بیشتر، شما آورای سروایورا رو میبینی. یعنی حالا معمولا بعضی سروایورا میرن یه چست تو زیر زمین واکنن، یا شما یکی رو زنین تو زیر زمین سر هوک سر قلاب یاروش دارن میرن بیارن، شما آوراشون رو میگیرین اگه دور باشین از زیر زمین. هر 20 ثانیه هم این کولدان دارن، اینجوری نیست به صورت هر دفعه هر کی بره بتونه، یعنی فقط یه بار یه سباب رو دیدی 20 ثانیه رفته تو کولدان تا دوباره یکی این کار انجام بده. پرک بعدیش که هکس هستش که منم خیلی دوستش دارم، هانترس لولبی هستش که در واقع معنی فارسیش میشه لالایی حالا شکارچی و هانترس، که چجوریش؟ وقتی که سروایورا سر جنراتورن یا دارن کسی رو هیل میکنن و شما با این خوندن لالاییتون هانترس، خب میدونید شما وقتی هانترس وردارید یا کلا هانترس جلوتون بخوره، یه لالایی تو مپ هستش که شما همش میشنید و خیلی ترسناکه واقعا و خفنه کلا هانترس تو این زمینه. این لالایی که میخونی، سروایوری که اف تو افکت لالاییت قرار بگیره، شما وقتی اسکیل چک میده جنراتورت یا حالا موقع هیل کردن، یه صدای آدیوی قبلش پلی میشه که بهتون اختار میده که آقا قرار اسکیل چک بیاد. اما با افکت این هکس، وقتی شما تو افکت لالاییش قرار میگیری، اون آدیو وسط نمیاد و باید فقط چشت به مانیتور باشه که ببینید یهو این صداش نیامده، شما باز نشه جنراتور رو بتر کنی جا تو هانترس بفهمه، یا موقع هیل کردن اذیت کنیم. بعد توکن داره، همینجوری شارژ میشه. یعنی شما وقتی سروایورا رو توی مپ حالا میچرخی و سروایورا تحت این افکت قرار میگیرن، 1 تا 4 میگه که تایمی که بین اسکیل چک ها اتفاق میفته رو هی کمش میکنه. یعنی الان اسکیل چک اومد،
دوباره امکان داره 5 ثانیه بعد یه اسکیل چک دیگه بیاد، دوباره 5 ثانیه بعد یا 3 ثانیه بعد یه اسکیل چک دیگه بیاد. و این نواری که اسکیل چک داره، اون درصد موفقیتی که شما داری واسه زدن اسکیل چکت خیلی خیلی کم میشه. و در توکن بنجام دیگه هیچ گونه آدیوی نداره و کلا سرویور، یعنی هم تونتون اسکیل چک میاد هم آدیو نداره، سرویور دهن سرویس میشه بخواد یه جنراتور درست کنه. حالا تو فکر کن این پرکو با یه سری پرکای خفن دیگه که باز به جنراتور ربط داره برمی‌دارن و اوه اصلا نمیشه اون باز جنراتور درست کرد جلو هانترس. خب بریم سراغ ادانای هانترس. بینیم اول اوترا ریراش، شما اگه با تبرت، تبرای لانگ رنج نه بیست، اگه تبرایی که باش لانگ رنج رو میزنی یه هیت بزنی سرویور دام میشه، خیلی خیلی اوپیه. ولی خب یه دونه مشکل خیلی بزرگ داره و اونم اینه که شما مکسیموم تبری که میتونی حمل کنی کلن یه دونه است. یعنی چی؟ یعنی شما اول بازی که شروع شد همش باید سعی کنی با تبرت بزنی که خب ناکر رو راحت‌تر بگیری، ولی اگه تبرتو میستادی باید بری دنبال دوباره کموت تا شارژ کنی، و یا باید انقدر خوب تمرین کنی آنترس که تبراتو میس ندی، یا باید یه پرکی برداری آندیتکتبل بشی بتونی بشستی به سرواوری یهو با تبر بزنیش، و الا خیلی سخته. بعد سرواور هم خب میفهمن، ببینن هی یه تبر میزنی میری در کمود وا میکنی شارژ میکنی، میفهمن همچین ادانی رو برداشی و خیلی حواستون جمع و راحت از دستتون در میرن. بعدش میگه هانترس موومنتش بیشتر میشه وقتی که تبر نداره تو جیبش، یعنی تبرتون تموم شد موومنتتون خیلی زیاد میشه به طرز خیلی عجیبی. بعد با این پرکتون که بلاداست بهتون میده خیلی اسپیتون میره بالا، یه دفعه اصلا او خیلی زیاد میشه، ولی خب من زیاد باش حال نمیکنم. بعدی منگلد و هموروهیج افکت میندازه روی سروایور و تبراتون، یعنی چجوری؟ یعنی دیرتر هیل میشن، خون ریزیشون بیشتر میشه در کوب با تبراتون اگه هیت بزنید، و هیل کردنشون هم ضعیفتر میشه. وقتی کسی با تبر بزنید این ادام باعث میشه که آوراش واسه 5 ثانیه بینید، یعنی 5 ثانیه بعد اینکه تبر بشه ثابت کرد پشت دیوار بره، هر جا بره میفهمید طرف کجاست. این ادام بهتون اجازه رو میده که دو تا تبر دیگه اضافه بتونید تو جیبتون جا کنید، و اول بازی به جنگ با 5 تا تبر شروع کنید با 7 تا شروع میکنید. اینم بگم این ادانو مثلا نمیتونید با این ور دارید که مثلا این ماکسیمومو میکنه، یه دونه تبر میتونی حمل کنی، بعد تو بگی خب پس اینو ور میدارم که بتونم 3 تا حمل کنم، بعد اینم افکتش هم باشه که با یه ذره میذارم. نه اینجوری نیستش، این کار نمیکنه با ما، قبلا تست کردم. وقتی که شما ریلود کردی کومودو، یعنی تبراتو بهت آندیتکتبل میده، یعنی این تپش نمیری به سبب واسه 15 ثانیه. یکی از پیشانه منید که این ترکو با این پرک برداری، چون شما کلا ریلود بعد اون بازی زیاد بکنی به خاطر اینکه یه تبر کلا میتونی حمل کنی، و وقتی آندیتکتبل بشی و سرویور تپشتو نگیره یهو بچسی به طرف، یهو در جنراتور درست کنی نمیدونی اومدی بالا سرش، یهو از قبل تبر آماده کردی یهو میرسی توی دید طرف، طرف تا میاد بلند شو زری به طرف و طرفو دان کردی، خیلی به درد بخوره. این ادان هم ادان خوبیه، باعث میشه شما وقتی میخوای ریلود کنی هدشات تو حالت عادی ریلود کردنش تقریبا 1-2 ثانیه طول میکشه، تقریبا 2-3 ثانیه طول میکشه، اما وقتی اینو برداری سریع هدشش رو ریلود میکنه، در کمد وا میکنه تبر رو ور میداره سریع ریلود شده. در حالت عادی 3 ساعت در اتا وا کنی نگاه میندازه به تبر رو هاش خانم، بعد تا بیاد ور داره او 3 ثانیه رفت. خیلی کلا به خصوص بازی که از دست زیاد در میرن خیلی هی رو مخت میره بخوای بری ریلود کنی. این ادانم ادان خوبیه، تایمیه که باعث میشه که شما بتونید یه دونه تبر تو در واقع پرت کنی رو 12% کم میکنه. دولت دادی شما تبر رو تا بیاری بالا یا باید درجا پرت کنی که چون شارژش نکردی تبر خیلی اسپیدش کمه و خیلی احتمال میره که دراپ بشه توی راه، ولی این ادانو برداری سریعتر شارژ میشه و چون هرچی بیشتر نگرشاری پرت کنی خیلی تیزتر و صافتر میره تبرات. اینم بگم که این مثل بازی FPS و ایم و اینا نیست، مثلا یه نشونه برات بیاد تو بدونی نشونه تبرت کجاست، بعد انقدر بزنی بفهمی تبرت قراره کجا بخوره، این نشونه نده، یکی از سختی هانترس همینه. ترو اسپید، اسپیدی که هچات پرتو میشه رو بیشتر میکنه، یعنی شما بکنه هچه تو اگه تبرت اگه شارژ بکنی با این ادان خیلی سری میره، اصلا یارو نمیتونه دقیقا اینجا خالی بده مگه اینکه دیگه حالا خودت خیلی بد پرتش کنی. این افکت هم باعث میشه که سرویور راحت نتونن هیل بکنن و خیلی تاخیر ایجاد بشه تو هیل کردنشون. این افکت این ادام باعث میشه اونا اگزاست بشن. یه سری پرکایی که سرویور دارن حالا مثل اسپرینت برست یا حالا دیت هارت، پرکای معروفی هن که حالا بعدن تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم چی هن، مثل پرکای اسکیپ هن که سرویور معمولا همیشه یه دونه پرک اسکیپ دارن،
و موقع اون پکشون کار نمیکنه که اگزاست باشه، یعنی افکتی که باعث میشه اون پک کار نکنه اگزاسته، و شما وقتی تبرات میزنی واسه 5 ثانیه سروایور اگزاسته. در چه حالتی اگزاست سروایور از بین میره؟ موقعی که سروایور وایسه برای 5 ثانیه، و چون معمولا شما موقع چیز اگه به طرف بزنی طرف مجبوره بدوه، و همینطور چون داره میدوه اگزاست روش میمونه، نمیتونه 5 ثانیه جو وایسه، خب تو میزنیش، برای همین خیلی به درد بخوره. خب بقیه ادانا همین بالاییاست، فقط افکتاشون کم شده، خودتون میتونید برید بخونید. درباره نکات بازی هم با هانترس بگم، نکته اول اینه که سعی بکنید سروایور رو نذارید به جاهایی بره که خیلی ویندو و اینا هست. جای والت نسبتا خوبه، ولی تقریبا تو فضا باز گیرش بری خیلی برات راحت تره، به خاطر چی؟ با اینکه میتونی پیش بینی کنی، یعنی مثلا میدونی طرف الان میخواد راست بپیچه، تو یه ذره راست رو ایم میکنی با تبرت و راست رو میریزی، یارو تا میره راست میخوره به تبرت، بعد همیشه نیاز نیست با تبرت بزنی، خوبه که با تبرت بزنی بلات پوینت میگیری، پوینت میگیری، ولی با موقعی که تبه طرف نزدیکی، خب بجنگ 3 ساعت تبرتو بلند کنی طرفو نگاه بکنی، خب طرف در میره میفهمه، راحت میتونی جا خالی بده، یه بیس اتک بزن، یارو ازت فاصله میگیره، تا فاصله گرفت با تبر راحت میتونی دانش کنی، خیلی فاصله چیزت کمتر میشه و خیلی بهتره برات. بعضی موقع ها شده حتی برای الکی بودن هم شما از دور میبینی اون تایم اپی که داره جنراتور درست میکنه، سعی کنی تبر پرت کنی، هم یه موقع دیدی شانس گرفت طرف خورد روی جنراتور اون تنش از، و هم سروایور میترسه دیگه به این راحتی نمیشه با خیال راحت جنراتور رو درست کنه، و این حواسش به دور و بر است، باعث میشه استرس داشته باشه سروایور و فکر کنه که شما یه چی بارتون، حالا یه چی بارتون نباشم، ولی خب میگم این مهم اینه که این ترس رو تو دل سروایور بندازی. از تبرش استفاده بکنید حتما، خیلی ببینم با آنترس یه هیت میزنن بعد دوباره میدونن دنبال طرف تا هیت دوم میزنن، بابا تبر بد داده ابیلیتی داری که استفاده کنی، الکی نذار خاک بخوره. یه نکته دیگه راجع پالتسان، یه سری سروایور کلا شما وقت کیلر بازی میکنی ببینید هر 4 تا سروایور معمولا پلیر نیستن، معمولا دو تاشون یکیشون خیلی پلیره، معمولا نفر دوم یه ذره کمتر، دو نفر بعدی معمولا اونقدر پلیر نیستن، ترسوترن نسبتا، و شما اونا رو پیدا میکنی با یک چند بار چیز دادن، مثلا یارو داره دور دیوار میچرخونت و میدونی که میخواد پالت بندازه سر آخر، شما یه هیت بهش میدی یارو زخمیه، پس ریسک نمیکنه و قطعا توی دورای بعدی پالت رو یه جور میندازه که تو استان بخوری، شما باید فیکش بدی همینجور که چیزش میدی یهو وایسی یارو، چون پشتش نگاه نمیکنه که یارو پالت رو میندازه، و چون درجا پالت رو انداخت شما قبلش باید تبرت آماده کرده باشی که تا پالت رو انداخت بزنی طرفو با طرف، طرف پالت رو انداخت تبر بهش میخوره داون میشه، بعد پالت رو میشکنی بلندش میکنی. بعد یه چیز دیگه می‌خواستم بهتون بگم، اونم اینه که بعضی موقع هم از ویندو دارم والت می‌کنم، در حالت عادی اگه والتشو انجام داد رفت دیگه نمیتونی بزنیش با تبر، چون میپیچه چپ و راست دیگه نمیتونی بزنی، ولی اگه مثلا سرور روبروتون داره میدوه یا داره میپیچه راست، میدونی راست مثلا ویندو یا روبروش ویندو، میدونی میخواد والت کنه تبر آماده کن، دو حالت داره، یا سرور میخواد همون والتشو انجام میده که چون شما مسیرشو پیش بینی کردی میزنی طرفو تو پنجره، حداقل یه هیتش میزنی با تبر، حالا اگه قبلا زخم کرده باشی که دانش هم میکنی اون حرکت، ولی نه، ولی اون بلند میکنی سروایور پشتش نگاه میکنی میبینی میخوای بزنی تو ویندو، مجبور میشه مسیرش رو عوض کنه، که هم باعث میشه که شما راحتتر بتونی بهش نزدیکتر بشی، به صدق حتی بهش بزنی، یا اینکه طرف خب هول میکنه دیگه، یعنی میبینی میخوره تو دیوار راحت میتونی بگیریش. نکته بعدی این که زرتی نری تبرتون رو ریلود کنید، و اگه چیزتون تموم شد مثلا حالا این چیز باعث شدش که شما طرفو بزنید، برای مثال خیلی طرفو چیزش دادین و مثلا سه تا تبر براش مصرف کردین، مثلا سر تبر سوم زدین طرفو دو تا تبر تو جیبتون دارین، طرفو زدین سر قله بعد بن ریلود کنید که برای چیز بعدی آماده باشین، یا نه چیز بعدی دو تا تبر بزنین تموم بشه، چون وسط چیز بری ریلود کنی خیلی خیته، هم طرف خیلی ازت دور میشه، هم دیگه خب سروره میگه او بابا هانترس تو دیواره هیچ. بس خب بچا این بود از ویدیوی ما درباره آموزش هانترس، امیدوارم ازش لذت برده باشین. اینو بگم که خیلی با من صحبت میکنید که میگین که بیا آقا این آموزشو بذار از این کیلر، از اون کیلر، چرا اینو نمیذاری، چرا سرواور نمیذاری. بچه‌ها ببینید کیلر خیلی طرفدار داشته بینتون، حالا اونجور که من تو اینستا یا کامنت های یوتیوب دارم میبینم ازم خواستن بیشتر کیلر بذارم، خب کیلر هم ایرانی ها کلا کیلر بیشتر دوست دارن، سرواور هم خدایش تنها زیاد حال نمیده، با رفیقات بریق زیاد حال میده، و اینکه کلا کیلر بازی کردن یه سری نکات خیلی خاص خودشو داره تا سروایور بازی کردن، سروایور بیشتر تیم ورکی توش مهمه تا خودت تنها چی کار کنی، ولی کیلر خیلی خب چون تنهایی خیلی خودت مهمی که چی کار میکنین، وابسته به کسی نیست. کیلرهای دیگر هم به ترتیب میذارم، بچه تلاش کنیم کیلرهایی که فعلا بازره و واسه همه بذاریم، چون خیلی تازه بازی رو ریختن پوینتی ندارن که کیلر وا کنن، بلام این کیلرهایی که فعلا تو بازی هستن و بهشون آموزش میریم تا بچه بتونن راه بیفتن، بعد حالا کیلرهای دیگه هم که شما درخوشش دارین تو صفن نگران اصلا نباشین، بعضیاشون اصلا ویدیوشون ساخته شده و فقط آپلود نشده.
دمتون گرم، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اینستاگرام منو فالو بکنید، چنل منو این وسط سابسکرایب بکنید بچه‌ها، مرسی بابت حمایتتون. استریم دد بادی رات هم دارم بعضی موقع، نه پیوسته بیشتر اپکس لژندز، ولی دد بادی رات هم انجام میدن، پس یه سرم به چنل توییچ من بزنید و یه فالو هم به من اونجا بدید. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی خدافظ.